سلام خوش اومدید به کلاس درس این عکس هایی که من اینجا الان آوردم یک تجربه که من خودم حداقل خیلی در زندگی داشتم احتمالا برخی, از شما همین تجربه رو داشتید برای همین من میخوام ازتون سوال بپرسم اول بیایید با این دو تا شکل سمت چپ و وسط آغاز بکنیم اینجا دو نفر روی یک سطح گل و شن و اینجور چیز سنگ و اینجور چیزها دارن یک ماشین رو هل میدن و اینجا دو نفر روی یک سطح یخی دارن یک ماشین رو هل میدن فرض کنید این دوتا ماشین جرمشون اصلا با هم برابر و هیچ تفاوتی ندارن سطح زمین هم در هر دو کاملا افقیه و تنها تفاوت جنس کف زمین هاست در این صورت سوالی که من از شما دارم اینه که کدوم یک از این دو نفر یا این دو نفر راحت تر میتونن این ماشین رو بدن من مطمئنم اونهایی که تجربهش رو داشتن خیلی سریع و اونهایی که تجربهش رو نداشتن با کمی فکر کردن میتونن به من بگن که این ماشین سمت چپ هل دادنش خیلی راحت تر هست چون این ماشین روی یخ قرار داره خب از طرف دیگه سوال دیگه ای که من میخوام ازتون بپرسم اینه که این مینی بوس رو هل دادنش سختتر هست یا این ماشین ها در شرایط کاملا یکسان فرض کنید من همه رو میخوام روی یک آسفالت هول بدم در این صورت کدوم سختره این رو دیگه من مطمئنا همه خیلی راحت جواب خواهید داد که مینی بوس از حتمی اونها سختتر هست چون مینی بوس خیلی ماشین بزرگه و میبینید که آدم های خیلی خیلی زیادی لازمه بیان تا هولش بدن و این ماشین حرکت بکنه حالا بذارید یکم با هم به فیزیک این قضیه دقیق تر نگاه کنیم پس بذارید من الان اینجا سطح زمین رو مثلا بکشم فرض کنید این سطح زمین هست و من یک جسمی دارم که روی این سطح زمین قرار داره مثلا یک ماشین پس این ماشین من هست این هم چرخهای ماشین من و این هم این قسمتش خب یک ماشین خیلی ساده بیایید ببینیم در دنیای فیزیک نیوتونی که تا حالا یاد گرفتیم برای این ماشین داره چی میگذره فرض بکنید جرم این ماش... ماشین باشه ام بنابراین من بلا فاصله چه نتیجه میگیرم نتیجه میگیرم که یک نیروی عمودی به سمت زمین داره به این ماشین من وارد میشه و اندازه این نیرو یعنی W برابر هست با ام جه. پس بردار w برابر هست با m من این رو میدونم و از درس جلسه قبل یا جلسات قبل این رو هم میدونم که یک نیروی عمودی تکهگاه داره دقیقا به اندازه m و در راستای عکس به ماشینم وارد میشه چرا داره این اتفاق میفته برای اینکه من میدونم ماشینم در راستای عمودی هیچ حرکتی نمیکنه و بنابراین شتابش در راستای عمودی صفره بنابراین یک نیروی عمودی دارم که دقیقا برابر هست با M ولی در راستای عکس W خب من این رو میدونم حالا من میام یک آدمی رو اینجا میذارم و میگم شما لطف کن و این ماشین رو هول بده و این آدم میاد این ماشین رو با یک نیروی F هول میده پس یک نیروی F اینجا وارد میکنه خب من که قانون دوم نیوتون به من نمیگفت که F مساوی هست با جرم ضرب در شتاب پس آیا اگر این آدمی که اینجا ایستاده این نیرو رو وارد بکنه نباید این ماشین شتاب بگیره خب برایند نیروهای وارد بر ماشین با این نیرو ظاهرا صفر نمیشه و ماشین رو هم باید شتاب بگیره دیگه اما من میبینم که شتاب نمیگیره خیلی وقتا یعنی اگر من تکی وایستم یک اتوبوس رو هول بدم من نمیتونم اتوبوس رو هول بدم یا حتی اگر احتمالا تنهایی یک پژو رو هم بخوام هول بدم نمیتونم هول بدم بنابراین قانون دوم نیوتون که غلط نیست ما میدونیم این قانون درسته بنابراین قانون دوم نیوتن داره به من میگه که گویی یک نیروی دیگه اینجا وجود داره که اجازه نمیده که برایند نیروهای وارد بر این جسم صفر نشه یعنی داره عملا این نیرویی که شما به این ماشین داری وارد میکنی رو خونسا میکنه و ما به این نیرو میگیم نیروی استکاک پس من این رو در این راستا نشون میدم مثلا با اف اس نشون میدم این اس استکاک نیست ولی حالا شما میتونید بگید من خودم میگفتم استکاک وقتی که دبیرستان بودم بنابراین گویی یک نیروی وجود داره احتمالا در اثر تماس ماشین من با این زمین چرا چون وقتی که این تماس از گل تبدیل شد به یخ کار من راحت تر شد پس احتمالا یک ارتباطی به تماس ماشین من با سطح زمین و همچنین جنس سطح زمین من داره که این نیروی استکاک اجازه نمیده که ماشین من حرکت بکنه شما دیگه با استکاک حتما به صورت شهودی آشنا هستید این یک مقداری ما میخوایم در این جلسه فیزیکی ترش بکنیم و البته من از این آزمایش یک چیز دیگه رو هم میفهمم و اون همینه که انگار اینها رو همه رو دقیق میکنیم انگار جرم این ماشین من هم روی این نیروی استکاک اثر داره و هر چقدر جرم بیشتر بشه غلبه بر نیروی استکاک سختتر میشه حالا بریم و این مقدار دقیق تر ببینیم که اصلا این نیروی استکاکی که من هی دارم اسمش رو میارم چی هست نیروی استکاک نیروییه که وقتی که من دو جسم رو روی همدیگه قرار میدم لزومی نداره که یکی از اونها حتما زمین باشه هر دو جسمی حتی وقتی که شما مثلا دو دستتون رو به هم سایش میدید دارید از نیروی در حقیقت دارید بر نیروی استکاک غلبه میکنید بنابراین وقتی که من دو جسم رو روی همدیگه قرار میدم الان فرض کنید این دو جسم روی همدیگه قرار گرفتن و این فاصله کم من فقط برای اینکه شکل دقیق تر یعنی بتونم رو شکل حرفای دیگه هم بزنم این فاصله کم رو قرار دادم وقتی که دو جسم رو شما روی هم قرار میدید و به یکی از این دو جسم مثلا به این بالایی نیروی وارد میکنید به قصد حرکت دادن این, جسم بالا روی پایینی استکاک نیروی هست که بین این دو سطح پدید میاد و مانع از این میشه که شما بتونید این دو رو روی همدیگه به آسونی حداقل حرکت بدید و تا جای خوبی اصلا کلا مانع از این میشه که شما بتونید این دوتا رو روی همدیگه حرکت بدید اولین دلیل این که نیروی استکاک پدید میاد پس ما میخوایم الان بررسی بکنیم دلایل پدید اومدن نیروی استکاک رو اولین دلیلی که نیروی استکاک پدید میاد یک دلیل کاملا مایکروسکوپی یا در حد در سطح اتم هاست یعنی اتم های این جسم یا مولکول های این جسم در حقیقت که یک همچین حالتی دارن در مقابل مولکول های این جسم که یک همچین حالتی دارن قرار دارن و اینها به هم نیروی جاذبه وارد میکنند در حقیقت اینجا میلیون ها تماس وجود داره الان بین مولکول های مختلف و همه اینها دارن همدیگر رو جذب میکنند و وقتی که شما این نیروی اف رو وارد میکنید باید بر همه این میلیون ها نیروی کوچکی که داره به هم وارد میشه غلبه بکنید و در حقیقت بتونید این پیوندهای های بین دو سطح رو بشکنید و این کاریه که نیاز به یک نیروی اولیه‌ای داره و بنابراین استکاک پدید میاد بعضی از این مواد یعنی بعضی از مواد رو وقتی که روی هم میذارین این نیروی استکاک که پدید میاد بسیار بسیار قوی هست به اون مواد میگی مواد چسبنده پس دلیل اول در حقیقت جاذبه مولکول بود من اسمش رو میذارم جاذبه ملکولها و یک پدیده که در اینجا وجود داره مواد چسبنده هست یا استیکی ماتریالز که این مواد چسبنده این نیرو در اونها بسیار بسیار قویه و بنابراین غلبه بر نیروی استکاک اونها خیلی خیلی سخت نمونه خیلی معروف مواد چسبنده پاکن هست که میبینید وقتی که شما میکشید روی یک کاغذ برای غلبه بر نیروی استکاک حتی بخشی از مواد روی کاغذ یعنی مدادی که روش نوشید هم با خودش حرکت میده و از بین میبرید پاکن یک مواد یک ماده چسبنده است اما دلایل دیگه هم وجود داره که استکاک پدید میاد و تنها در سطح مولکولی خلاصه نمیشه دلایل به وجود اومدن استکاک پس بذارید من چند تا شکل جدید بیارم آها این شکل های جدید ما هست ببینید وقتی که من دو سطح رو روی همدیگه قرار میدم در این شکل بالا یا شکل مثلا یک این دو سطح که کامل صاف نیستن که این دو سطح پستی و بلندی دارن اگر خیلی خیلی دقیق بشید یعنی حتی میزهای تحریر حتی کتابها و همه اینها اینطور نیست که در سطح مولکولی کاملا صاف صاف باشن و اینها همه پستی و بلندی دارن و بنابراین, بنابراین وقتی که شما دارید اینها رو روی هم حرکت میدید درست مثل اینه که مثلا روی یک همچین سطحی بخواید یک همچین سطحی رو حرکت بدید بنابراین این روی خیلی زیادی لازم دارید که بتونید اینها رو از روی هم حرکت بدید بنابراین هر چقدر که سطح صافتر بشه این اثر استکاک کمتر میشه هرچند خیلی خیلی صاف شدن سطح باعث میشه که این ویژگی یک خیلی پررنگتر تر بشه و ملکول ها بتونن راحتتر همدیگه هم دیگر رو بکشن پس من اسم این رو اصلا میذارم دو یعنی این دلیل دومی بود که استکاک پدید می اما یک دلیل دیگه هم داریم که ما استکاک پدید میاد و البته دلایل خیلی خیلی زیاده دیگه که شاید هنوز هیچ کس دقیق ندونه که چیا هستن اما این دلیل سوم اینه که وقتی شما یک جرم رو روی یک جرم دیگه قرار میدید حتی اگر سطح اون جرم اول شما صاف صاف باشه و کاملا سیغلی باشه این جرم به این جرم دوم نیرو وارد میکنه و عملا اون رو فرمش رو تغییر میده شکلش رو تغییر میده و بنابراین وقتی که این شکل تغییر میکنه اون وقت شما برای غلبه و بر این مانع و حرکت این جسم روی اون جسم نیاز دارید که نیروی بالایی وارد بکنید و اگر یک نیروی کوچیک وارد بکنید نیرویی که این داره این مانع داره به این وارد میکنه اون رو خونسا میکنه و با به این میگیم استکاک بنابراین این میشه سه تا دلیلی که استکاک پدید میاد پس بذارید من این شکل رو برگردونم که برگردیم همون حالت اولیه و این میشه سه دلیلی که استکاک پدید میاد و در ویدئوهای بعد ما با همدیگه در مورد استکاک کمی کمیتر حرف میزنیم و سعی میکنیم استکاک رو به صورت دقیق محاسبه بکنیم و ببینیم اصلا چه نیروی لازمه برای حرکت یک مثلا اتومبیل فعلا خدافز